سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز براتون آریا رو داریم از پرو یا ونکوور یا لندن یا هر جور که پیداش کنی فهم کنم آیرون منه ولی این اپیزود حتما نگاه کنید تا آخر اپیزود قرار شده این چنگل رو عوضت خم کنه این اپیزود راجع به مدیتیشن و این صحبت که چی کار میکنه با مغزت <applause> ایشون تو لولی هستش که الان مثلا دیگه رکورد ده روزه گفتی رکورد که من یه سری دوره میگذرنم ولی طولانی ترین دوره که گذروندم ده روزه بوده ولی به ده روز از صبح تا شب بنیتی کردی یه مثل مثلا رژیم سربازی که شما یه برنامه خاصی از صبح پلان شده تا دقیقا تایمی که میخوابین این دورهای که جدی مدیتیشن هم همینجوریه که در واقع به ذهنتون وقت نمیده که ذهنتون حواسش از تمرکز پرت بشه چون ما در واقع ده متمرکزی کلا واسه همینه که برنامه ریزی ولی آره اینجوریه خب داشتی میگفتی در به اینکه مثلا دراغ چیز موادی کسی نزنن یعنی میگفتی به کسی دیگه رکامه نمی کنی چون مدیتشن خیلی قوی تعمید میتونه به حال بده واسه من خیلی جالب داشتی میگفتی مدیت جدا از حالی که مدیتیشن میده اصولا مدیتیشن میگم بیشتر تمرکزه یعنی کاری که شما دارین انجام میدین و استفاده از حواس بدن و خب خیلی از این تمرکز و استفاده از حواس به مغز ربط داره و خب هرچی مغز طبیعی تر باشه و چیزی از خارج توش نباشه متمرکز کردنش رو بخشای خودش کار راحت تریه واسه همین شما مثلا میگم وقتی هم نیکوتین مصرف میکنه یکی مثلا چت میکنه نمیدونم مثلا الکل میخوره حتی قهوه میخوره تعادل ذهن رو به هم میزنین و یه چیز خارجه ای اون توه مثلا متمرکز کردن این کار سختری میشه و حالا میگم میتونیم بریم بیشتر نورولوژی بخونیم ببینیم مثلا من خودم نورولوژیست نیستم خودم خوندم که بتونم بتونم توضیح بدم ولی مثلا میتونیم ببینیم درس خودت چی خوندی من بچلرم رو توی فیلم استادیز گرفتم بیشترین خونده هام تو زمینه روانشناسیه و فوق لیسانس هم دارم توی نویسندگی میگیرم فقط کلا توی چیزی که این داستان مدیتیشن یه چیز هابیه در واقع کاملا دوست داری واسه خودت دقیقاً دقیقاً این فراتر از درسم و فراتر ام. از تمام کار این پرایوریتی اول مثلا اگه تو روتینم بهتری. کاری دنیا ای بکنم... پول وجود نداشت این کار رو انجام میدادی فقط الان من دارم میسم رو میرم یعنی فقط به خاطر اینکه مادر پدر و خانواده و سس جامعه و اینا من با نارنجی و کچل و این داره اگر نه اگر نه همون خیلی جالبه گفتی که من تو دنیا واسه مهم نیست چی میشه من فقط با یه موجی میرم من اینا توی جمله میفهمم ولی تو واقعا نمیفهمم الان من بخوام تو برم ببرم کجا وایسن موج منو ببره نه من برام مهم هست من فقط میگم این نه من من فکر من حرفم بود که با, ت... با, ترمین با تمرین دادن ذهن و سودن موج سواری رو آدم بهتر یاد میگیره چون مثلا نمیتونه هیچ موجی نباشه اتفاقای بد و میفته اتفاق خوب هم میفته و فقط شما مثلا با متمرکز کردن ذهنت مثلا یاد میگیری چهوری اینا رو بزنی ای کنار راحت تر و یعنی مثلا هیچ تا جایی که من تجربه کردم مثلا نشده من هرچی بیشتر مدیتیت کنم اتفاقای مثلا بد زندگیم کمتر باشه نه فقط چون تعادل ذهنم بهتره مثلا عصبانیت همون بهتر کنترل میکنم خب نفرت مثلا وقتی به یه چیزی دارم میگم این نفرته مثلا اینو نگم یا مثلا سعی میکنم به یه آدمی لبخم بزنم حتی اگه حالم خوب نیست میگم خیلی عملیه یعنی مثلا و هیچ باوری توش نیست یعنی لزوما اشتباهی هم که ملت میکنن احساس میکنم فکر میکنن مدیتیشن یه چیزی فراتر از طبیعت تو خیلی وقت یه چیزی که شاید مثلا به دین ربط داشته باشه یا شاید مثلا به بودا حتی ربط داشته باشه در صورتی که تمرکز مثلا خیلی خیلی چیل تر از این حرف هست. خیلی مثلا ساده تره در واقع. من خودم مثلا یه چیزی که شینم گفتی گفتی که وقتی که کنترل رو مغزت میره بالا دیگه نمیتونه مواد دا نمیتونن کنترل کنن و من خودم همیشه اینو احساس میکنم راجع به مواد دا. که مثلا اگه یه مواد یه آدم و مثلا با یه گرم شروع میکنن من مثلا اگه میفهمیدم یه گرمه میرفتم گفتم به من مثلا 6 گرم بده چون فکر میکردم که مغز من گول نمیخوره گول نیست این به اون چیزی گفتی رب داره نه آخه مدیتیشن اصلا مغز ذهن رو نسبت به خودش حساس تر میکنه مثلا یه آدم یه عالمه سیگار میکشه هر روز و چیل تولرانسش هم بالاست اصلا دیگه نمیگیرتش یا الکل یا ویدیو یا هر دراگی وقتی شما برای یه تایمی تمرکز میکنین ذهنت حساس تر میشه و اتفاقا اثر منفی اون سابستنس رو روی ذهن بیشتر احساس میکنی ها اون مثلا تو افتر فکر ف... فکر اون رو بهش فکر اصلا همون لحظه مثلا بعد یه تایم طولانی مدیتیشن یه سری آدم الکلی که مثلا از این دورها بر میگردن یا مثلا دورهای فشردهی تمرکز مثلا ده روز چون مثلا روز شما. بعد که برمیگردن اصلا بو الکل به دماغشون میخوره حالشون بد میشه تازه مثلا اصلا سم بودن اون ماده حالا الکل نیکوتینه نمیدونم مثلا کوکاین هر چی که هست اون م... م... ماده مثلا ایمپکت بدش رو بدن دیگه ام... فقط مفهومش نیست فقط به خاطر نیست که گفتن خب این بده نه دیگه تو احساس میکنی وقتی اینو میخوری که او آها اصلا من به هم ریختم دیگه مثلا قبل حال نمیده دیگه کاملا اثر برعکس داره بعضی یکی مثلا میره آیو میزنه بعد در میگه دیگه, دیگه نمیتونم اینه معنیش یعنی؟ آیو میگم داستانش فرق داره چون مواد دو تا شاخه انتا که من خوندم یه سری مواد استیمولنتن که خیلی به دوپامین ریسپتورهای شما و اینا ربط دارن مثلا مثل الکل کوکائین کافئین سیگار یه سری مواد سایکدلیک و بصورا یعنی یه تاثیرشون فرق داره مثل اسید ماشروم مسکالین آیواسکا و این مثلا موادی که بصورا استفاده معنوی ازشون میشه توی عالم فرهنگ و مثلا اکثر آدمی که آیواسکا میزنن نمیخورن بیان مهمونی به تمازی یا رفته وسط جنگل مثلا با چهار تا درویش نشستن اونجا دادن بهش که مثلا روحش درمان شه یعنی و اون اون مواد هم مثلا میگم تاثیرشون رو ذهن فرق داره اتفاقا اون مواد یه بخشی از تأثیری که رو ذهن میذارن مشابه به تأثیریه که تمرینای تمرکزی در دراز مدت رو ذهن میذارن شما اگه یه آدمی باشین که مثلا ساعت ها تمرکز میکنه هر روز تمرکز کار سختیه ریلکس نمیکنه این ببندی و تو بگم داری ذهنت تقویت میکنی و... و باز اینو بگم خیلی جالب بود که مدیتیشن هر کی مدیتیشن میکنه میره انرژی ریلکس کنه این کاملا کوچشره حرفش هم راسته میگه مدیتیشن چیز سخته که تو باید بشینی اونجا دهن خودت رو بگی مغزت کنترل که یاد بگیری اگه میشه مدیتیشن میکنی که داری مثلا ریلکس کنی جای اشتباهی یعنی مدیتیشن واقعا نمیفهمی و حرفش هم واقعا اکسنس میکنه مثلا میگه در روز مثلا خوش گاید در روز حرف نزاده می فکر کن مثلا توی فیلم دیوونه ها رو که نشون میدن این کارو میکنن باهاشون مثلا <تص> <تص> یه گفتی توی یه اتاق چند ساعت زیادی بودی اگه خب این دوره ها رو استادم میرین استپ به استپ این دوره ها مجانیه یعنی این استاد هر آدمی میتونه بره یاد بگیره هر جایی فقط اگه دور یه معبدی چیزی باشه اگه دانش آموز قدیمی هستین دیگه تو دوره دوم به شما یه انفرادی میدن که حالا میتونی بری بازم تو سالن اونجایی که بقیه نشستن اونجا مراقبه کنی ولی شما میتونی بری توی انفرادی که برای شماست که چراغ نداره اندازه یه دستشوی عمومی دو در دو فقط یه تشک زیرشه که باسنتون درد نگیره بشین مثلا اونجا از 10 مدیتشن مدیتیشن روز شما 6 ساعت رو شما میتونی اونجا باشی به عنوان یه دانش آموزه قدیمی این هم تکنیک ویپاسانا اسم داره ویپاسانا هم اصولا میگم یه تکنیک دین نیست مثلا 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 بدن سازی مثلا شما بسکتبال فقط این تکنیک ها رو آدما نمیدونن که تو شرق اصلا یه هم چیزایی هست که مثلا رو ذهن و خون و بدن و اینا تو اتاق <applause> تنها باشی آدم میتونه برم بره یا نه این خراب میشه مثلا مثلا نماز میمونه یا نه کسی بالا سرتون نیست بیاد خودتون من میزنم یعنی من اون طورم یارو صدا کلید داره میاد صدا شلوار من داره واسه کلیدی نیست اصلا میام کسی اگه صدای بلندی در نیارین تو اون اتاق اصلا کسی نمیاد مثلا سرک بکشه چیز میزنم فقط خوابم باشین نتونید بفهم یعنی دیگه من من اگه میتونم مطمئن راهی هست که یعنی نمیشه من بهت میگم تو او توی اون یه, چیزی که یه چیزی که از اتاق فرمان میگن که میگن که از قرض دادن که اون نزنیم مثلا اینکه اصولا میگم سکس هم یعنی هر گونه از اصولا اکتیویتی جنسی روی ذهن یه تاثیر شیمیایی میذاره دلیل اصلی که میگن روز من مثلا خب شیمیایی شم خب اون مدیتیشن فکر کنم بذارم فضا جای اجتماع معبد نمی خب چرا بریم معبد همه جا ولی انگار مثلا من دارم من باشگاه مثلا الکل بخورم خودی مثلا برو بار مثلا چرا تو ویدیو واقعا انقدر تاثیر داره سکس آخه ببین همین راجبه ورزش هم میگفتم ولی در واقع که گوشیره محسه امکان داره این همونجوری باشه یعنی یارو گفت خود, اقا... خود ورزش مهمه که خود, خود کنترلی کنی ها <تصفح> همه خود... جوری میخوای خودتو کنترل کنی چون ببین چون شما از ساعت مثلا چهار نیمه صبح تا نه شب تا دقیقا لحظه که بیدار میشین تا لحظه ای که میخوابین همه چی برنامه ریزی شده است یعنی اصلا جدا از سکس مثلا شما توی اون دوره کتابم نباید بخونی ورزش نمیتونی بکنی موبایل نداری رو اوکی اونا نمیکنم به کسی نمیگم هر چیزی مثلا مثلا دارم میگم تو دوره های مثلا جلوتر این ام... مثلا این تکنیک مثلا شما تو دوره این و مثلا رو آسمون یه رنگی کمونه میشه دوره رو توضیح بدی ام. اول یکی که یعنی تو دوره چه قلایی میدی یکی میگیم آقا به خودمون ور نمیدیم یکی حرف نمیزنی ام... یکی دیگه چی دروغ نمیگیم نه اون که خود شما که حرف نمیزنی اصولا نه شب بعد از اینکه هر مدیشین تمام میشه با بچه حرف میزنی نه دروغ بگی آمین گفت چیزی <تصفح> پنج تا بهش میگن پنج تا قانون یه اصولا بزن زوم اوت کنیم یه ذره یه ذره زوم اوت کنیم بزن زوم اوت کنیم توی توی خیلی از فرهنگا به خصوص شرق منظورم از شرق هم هند نپال تبت اون شرقی که مثلا از نظر استریوتیپیکال ملت باد نمیدونم آدم آدمای معنوی عجیب غریب و گروه و یه سری تکنیک هست مثلا مثل یوگا و نمیدونم یه سری تکنیک تنفسی تمرکزی و اینا که حالا یه سریشون برای کارهای عجیب غریبه که من اصلا نه تجربه ای توش دارم نه باور خاصی دارم مثلا بریم جنگیری کنیم اصلا من دنبال این چیزا نیستم یه زایشون کاملا مثل طب سنتیه مثل مثلا میگم تمرکز برای ذهن برای مثلا خونتو میخوای پاکسازی کنی فلان گیاه ها بخوری هر روز نمیدونم فلان ادویه رو بخوری فلان کارو نکنی ویپاسانا یه تکنیکه که کلمه ویپاسانا یه جورایی میشه نگارش واقعیت میشه اینسایت مثلا میگن اگه یه واقعیتی وجود داره مثلا این چنگاله مثلا تلاییه خب برای اینکه یه آدمی مثلا بتونه طلایی بودن اینو تشخیص بده باید اول بفهمه اصلا طلایی چیه بفهمه این چنگاله بفهم آها این, این چنگال تلاییه و اصولا برای اینکه این چنگال تلایی رو ما بتونیم ببینیم باید ذهنمون رو در حدی تمیز کنیم که بتونه این چنگال رو اصلا تشخیص بده که این چنگال و طلاییه ویپاسانا کاراییش کارایش تو زندگی همینه که مثلا تو تشخیص بدی یه چیزی اثرش منفیه اثرش خوبه مثلا <applause> تو چیز چنگال که قرار بندش کنی آخرش تایتل ویدیو از چنگال طلایی چنگال تلایی باید بچه ها کلیک بدم و نگاه هاو کنیم روشنگه چیز دارم مغزم اون خط دوم رفت توی تایتل بود داشت باید تایتل میگه چنگال تلهی خلاصه این عالمه تکنیک هست این بر اون ویپاسانا یه تکنیک بسیار سنگینی یعنی مثلا اتفاقا پله آخره خیلی هم میگن اصلا آقا اول یه ذره یوگا بکن یه ذره مثلا میگن همین همی که امین رفته همین که امین رفته همی که همین همین همی همی تکنیک اصلا خیلی ها هستن که میگن مثلا این تکنیک اصلا امکان داره به دیوانگی ختم شه یعنی اصلا ساجست نمیکنه آخه مجانی من اینو نمیفهمم خب همین ای این تکنیک ها میگم باید تمیز باشن یعنی اصلا یه تکنیکی مثل این این نظافت روانیش یه بخشی از خود تکنیکه که تو مثلا اگه پشت این پول باشه یا مثلا بخوای میدونی بس بخوای ازش پول در بیاری اصولا تکنیکی یه جورایی کار خودش انجام نمیده چون مثلا وقتی یه مجانی اومده اونجا اولا انتظاراتش خیلی پایین تره و اصولا ذهن خودش تکنیک رو به فنا نمیده ولی شما اگه مثلا هزار دلار ازت بگیرن هر چقدر تو مثلا بری بخوای ده روز سکوت کنی خب اولا چون پول دادی به احتمال زیاد مثلا یه انتظاراتی داری یه ذره مثلا نه هیچ من هیچ احساس راست آره دقیقاً دقیقاً مثلا خب اینم از اصولا توی همه این تکنیکا تو خیلی هاشون آدم برای اینکه بتونه اصلا اول اون تمرکز و حس کنه به ذهن خودش دسترسی پیدا کنه باید یه ذره به واقعیت خودش نزدیک شه و خب ما با حرف زدنمون ام و میگم با اخلاقمون خیلی خودمون از واقعیت دور میکنیم بعضی وقتا مثلا تو یه جای مجبور میشی دروغ بگی یه چیزی رو پنهان کنی یه جایی مثلا سر تو بلند میکنی روی آدم یه کاری میکنی واسه همین تو این تکنیک که در سکوت اتفاق میفته تو ده روز اینه که شما در واقع با استفاده از کلامت رو ذهن خودت و دیدگاهت رو واقعیت تاثیر منفی نذاری یعنی میگم مثلا آدما نمیفهمن که مثلا اون لحظه ای که تو روی دروغ میگی تو زندگی تو داری یه ذره انگار اون حافظه ای که بعدا قراره تو ذهنت باشه از اون لحظه رو کور میکنی انگار داری مثلا یه ذره کم رنگش میکنی داری واقعیت رو یه ذره مثلا میدیش کنار ناخدا این نورولوژی خیلیه من بالا بلد نیستم با نورولوژی توضیحش بدم ولی هم... مثلا همین یه قاعده ای هست یه قطنمای اخلاقی بالا بهش میگن شیلا به زبان هندی یا سانسکریت اگه اشتباه نکنم و این قاعده ای اولشه این اصلا واسه همین شما باید همزمان با تمرکزت همزمان با مدیتیشن اخلاقت رو رعایت کنی و انسان خوبی باشی و با انسان دوست داشتنی باشی و با مثلا و خب این اخلاق در واقع یه بخشش اینه که مثلا شما خب خیلی بیسیکه این تکنیک 2500 سالشه مثلا همین اون زمان مثلا میگفتن آقا کسی رو نکشین تو رو خدا مثلا تو دوره مثلا به کسی اون در روز کسی نکش تون در روز کلا مثلا میگن کسی رو نکش دزدی نکن دزدی نکن به کسی آزار جنسی نرسون مواد شیمیایی که میگم ذهن این مواد مسموم کننده مصرف نکن و دروغ نگو واسه همینه که دهن تو اصلا میبندن شغم نزن درسته اون آره دقیقا دیگه در واقع آره اکتیویتی سکشوال نداشته باشه یعنی کام... کاملا سلیبسی خودتو رای راحت خواب ببینی بیای چی اون, اون دیگه اون دیگه کاملا بزنی به خواب میتونی شغم بزنی <laughs> کسی بالا سر من مطمئنم ملت این کارا رو کرده هر یه رو من میفتم شانه میگه حد اگر خورو نکن گسی من اتاق بقلی هم میفهمم که میخوای بزنی این قطنمای اخلاقی اکس چیز منحصر به فردی به این تکنیک نیست تو خیلی از مثلا تکنیک یا مسیرهایی که به خودشناسی ربط داره و مثلا به درمان ذهن یا واقعیت یا معنویت چون همش یه کتگوری یه جورایی این قطنمای اخلاقی خیلی المان کلیدیه مثلا تو همه ادیان حتی با اینکه مردم خیلی مثلا ای تجربه خوبی با ادیان ندارن توی این نسل تو زندگیشون ولی مثلا یه بخش مثلا میگم اگه به اعتقادات کسی هم کردن. اگه مثلا یه خدایی قرار بوده همینجا باشه قدیما مثلا برای اینکه اخل به این خدا مثلا بخواد یه کسی برسه که باور داره مثلا دروغ نگو مثلا به خدا میرسی مثلا دارم میگم یه شباهت میگم تو همه اینه یا مثلا حتی شما مثلا اگه یه بخوای بری مثلا چه روانشناسی یا تو خیلی از فیلدهای کاری هستن این مسئله اخلاقی هست ادیان فیلدهای کاری معنویت نمیدونم اینو میبینین این میگم کلا چیز اکس... چیز انسانیه بیشتر الان گفتی روزی 2 ساعت مدیتیت میکنی درسته ام. از چه وقت این کارو میکنی حالا اه... اصلا 10 دقیقه هم بود قبوله من نه من 10 دقیقه شو که اگه بخوایم حساب کنیم 4 سال 3 سال در واقع من مدیتیشن رو شروع کردم بعد مدیتیشن یا... یعنی چی میشی تو تاک مثلا جایو نگاه میکنی نه، میخوابی سه توی پوزیشن خب تو پوزیشن چهار زانو صاف نه خیلی صاف ولی یه حال صافیه مثلا خیلی شل نه بعد سر بالا بعضی وقت من پشتم خسته میشه از اونم رو درد دار داره ولی هم چشام میبندم خیلی ساکت همینجوری توی پوزیشنی که بتونم یک ساعت بشینم بدون اینکه مثلا حتی یه تکون بخورم اینجوری بعد خب وقتی کسی ستا... رد دام... میشه یا نه جای کسی کاملا ساکته یا فرقی نداره الان دیگه اگه جای بهتره اگه جای ساکتی باشم ولی اصلا اگه صدایی بیاد کسی هم ردش شه اتفاق بیفته دیگه ذهنم تعادلش به جایش که دیگه میگم میمونه روی اون حالت تمرکز الان مثلا تو مدیتیشن باشی من میام کوچه بگم خندت میگیره یا نه کاملا میتونی ایگنورش کنی اون لحظه بستگی به بستگی به کانتنتش <تصفح> مثلا یکی میتونه بین تو مدیتیشن یعنی اینکه خیلی عمیق واقعا یا مثلا میگم اونم اونم میشه آره اونم اونم واقعا میگم الان دیگه به یه نقطه رسیدن که تنها مثلا حالتی که من میتونم مدیتیشن رو ترک کنم اینه که خب یا تنشنش بسیار زیاد باشه چون من هنوز پیش میاد که تکون میخورم یا شب مدیتیشن رو ترک نمیکنم ولی یه تکونی میخورم یا مثلا یه دو ثانیه شب چشمو باز کنم رو با کنم و بعد دوباره مثلا برگردم سعی کنم تعمیل رو انجام بدم ولی مثلا میگم اگه یه اتفاق بری داره میافته یا مثلا یکی زنگ در رو بزنه یا مثلا یه تا... ولی آره این چیزا باعث میشه که من یه لحظه بزنمش کنار بیام ولی هم... الان ندیگه دیگه واقعا الان خب تو این دان... چهار سال چقدر فرق کردی از نظر انسانی و حالا تو به من بگو سه تا بی... بالاترین فرقی که تو خودت نوتیس کردی چیه توی چهار سال خیلی خب یه مسئله ای که این تکنیکا داره اینه که شما مثلا میگم من نمیدونستم مثلا این ها چیه من فقط شروع کردم مثلا اول از توی یه اپلیکیشنی مدیتیشن خیلی ساده بهش میگن آناپانا یا مایندفولنس تو غرب که شما فقط چشاتون بسته است نشستین هر وقت ذهنتون مثلا شروع میکنه فکر کردن هر گونه اکتیویتی مثلا به یه دعوایی که با رفیقت داشتی دیروز مثلا تو با تخیلاتت ور میده مثلا شما هم شهوته نمیدونم حواس برگر میکنی مثلا به کار آیندت فکر میکنی به حقوقت فکر میکنی دوست دختر هرچی هر وقت این فکر میکنه و اکتیو میشه شما فوکوست رو فقط میاری روی نفس نترالت مثلا نفس رو خیلی ها ندارن اول شما باید این نفس رو بسازی بعد بعد مثلا یه ذره رو ذهنتون حساس تر بشین که وقتی پرید ببینین اولاش اولش یه سری آدم ها اصلا نمیدونن که ذهنشون دائم در حال فکر کردنه من شروع کردم روزی مثلا 5 دقیقه رو شروع کردم سه چهار سال پیش سه سال خورده ای پیش که بعد 5 دقیقه شد 10 دقیقه خود به خود بدون هیچ معلمی برای تایم دیگه اپلیکیشن رو گذاشتم کنار روزی 10 دقیقه تا یه رو فقط ساکت میشستم و هی برمیگشتم روی نفسم هی برمیگشتم روی نفسم هر وقت ذهنم شروع میکرد یه کاری کردن بعد خب تو طول روز هم اصولا دیدم که در واقع من روی بیش چیزای بیشتری آگاهم مثلا اگه مثلا من قبلا شاید یه لحظه یه قصه ای داشتم میگفتم به رفیقام یه تیکشو مثلا بدون اینکه خودم بفهمم. مثلا نمیگفتم یا بد میگفتم یا اگزاجر میکردم چون ذهنم حساس تر شده بود یهو میگم که اه اینی که من الان گفتم جور در نمیاد با چیزی که ذهنم تجربه کرده بود و مثلا اولش یه بار مثلا تو یه هفته بود بعد یه بار تو روز بود بعد یه دفعه میگم ذهنم رو خودش داشت آگاه تر انگار مثلا این ماشینه رو بوده یعنی یعنی آره آره بود که دروغ هم مثلا این مثلا من به یکی رفیقا مثلا میگم من 10 دقیقه دیگه اونجا هم, الان 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 هم آره اصلا مثلا من امکان داره 8 دقیقه دیگه برستم یه یعنی یه حالت اوسید یعنی یه حالت میگم وسواس نیست یه چیزی در واقع پرسیژنه یه حالت ام نگاه مثلا خیلی حرفت من شد دقیقا به, واقعیت یه جورایی به واقعیتی که داشتم تجربه میکردن نزدیکتر شد خب خود به خود مثلا رو اخلاق بدم که اینا همش عادت بعد بد ذهنم بود مثلا عصبانیت هم مثلا یه سری ترس و نگرانی حتی نه اخلاق مثلا من نگران میشدم روی اینا آگاه ده. رو ذهنم آگاه تر میشدم مثلا من نمیدونستم که این ذهن یه چیزیه که من میتونم اصلا کنترلش کنم مثلا افسردگیم اضطرابم مثلا این افسردگی خیلی گنده ای داشتم که داشتم مثلا باش زندگی میکردم و فکر میکردم مدیکیشن هم نخورده بودم واسه چون مثلا داشتم سعی میکنم ببینم مثلا میتونم راهی پیدا کنم که مثلا از این حالت افسرده و این فکرهای منفی این فکرای کدری که خیلی وقتا تو زندگی اصلا سر همه میان این خیلی چیز حادی هم نبود حتی یا مثلا اضطراب روزانه مثلا یه دفعه پا میشی فکر میکنی مثلا به عنوان آدم 20 خورده یه سال وای من کاری نکردم نمیدونم مثلا وای من تو این زمینه میتونستم بیشتر بزنم هرچی دیدم که همه اینا تقریبا تک تکش عادت بعد ذهنم فقط و خیلی اصلا واقعی نیست یعنی واقعیت داستان خیلی فرق داره با اون چیزی که ذهنم هر روز داره به خورد خودم میده و انگار مثلا این ذهنه رو من گرفتم اشعه جایی مثلا هر وقت دیگه مثلا یه فکر افسورده می اومد بالا من عکس عملی به این فکر نشون نمیدادم این فقط یه فکره حالا با اینکه حسش خیلی منفیه بعد دیگه این فکره مثلا یه ساعت روم بود و پاس میشد حالا قبل از مدیتیشن من اون یه ساعت یهو واسه خودم موزیک غمگین میذاشتم یا اصلا حالم بد میشد یا مثلا مود بدم و یهو میرفتم رو دوستان میریختم یا اصلا نمیدونم اگه توی جمعی بودم جمعو ترک میکردم ولی بعد یه تایم مدیتیشن دیگه من فقط اون ذهنم انگار مثلا یه عادت داشت مثلا میلرزید و مثلا قرار بود یه ساعت بلرزه تا بعد لرزیدنش وایسه دوباره برگردم روی حالت دیگه اینو من طبیعی یاد گرفتم و مثلا مثلا همین من شروع کردم 15 دقیقه کردم 20 دقیقه نیم ساعت بعد به 20 دقیقه که رسیدم تو طول روز هر وقت همین الان حتی من مثلا هی دارم برمیگردم رو نفسم هی دارم برمیگردم روی حتی همین الان دیگه وقتی ذهنم تکون میخوره یا یه حرکتی داره کاملا انگار, باش... انگار آگاهشم قبلا کاملا یه مسئله ناخودآگاهی بود بعد یه تایم طولانی هم خب اتفاقی که میفته میگم مثلا شما از چهار باری که عصبانی میشی یه بارش رو خودتو کنترل میکنی و هیچ اتفاقی نمیفته حالا سه بار دیگهش مثلا با رفیق بحثت شده از مثلا پنج باری که مثلا چه میدونم هوس میکنی مثلا بری یا مثلا کاری انجام بدی که مثلا خودت میرونی خوب نیست مثلا سیگار بکشی مثلا چون هم یه بارشو نمیری دو بارش نمیری سه بارش نمیری دیگه اصلا سیگار نمیکشی مثلا اینکه دیگه مثلا اصلا چه میدونم الکل نمیخوری نمیدونم قهوه دیگه اعتیادت میره یعنی هر چی حالا من میگم من باز اعتیاد خیلی جدی نداشتم که مثلا تکونم بده ولی بازم همون عادت های ریزم خود به خود خودش رو نشون داد و مثلا رابطه هم با آدما خیلی سالم تر شد یعنی مثلا یه خصوصیت دیگه هم که ذهن داره میتونه کاملا تو رو متقاعد کنه که مثلا فلان رفیقت وای به بد بهت میده چون بینتون یه سری مثلا سوء تفاهم پیش اومده وقتی رو ذهن کنترل داری اون سوء تفاهم ها دیگه کاملا آگاهشی میدونی که رفیق آدم بدی نیستش فقط اون مثلا یه روز حالش خوب نبوده تو هم حال خوب نبوده مثلا به هم دیگه پریدین بعد دیگه تو بعدا سعی میکنی که اصلا آگاهانه مهربونی کنی به اون رفیقت که اون سوء تفاهم خود به خود و بینتون پاک شه اون توهمه بره و دوباره برگردیم به اون واقعیت لذت بخشی که مثلا عدس داده بودیم یه عالم اتفاق اینجوری برام افتاد یعنی من الکی هم چیزی رو تبلیغ نمیکنم اصلا بیشترین چیزیه که واقعا تو زندگیم تو این 22 سال به خودم کمک کرده و مثلا خیلی از اون جوابایی که من به عنوان یه شخص از یه چیزی مثل دین با اینکه سعی کردم نتونستم پیدا کنم یه چیزی مثل ورزش سعی کردم نتونستم پیدا کنم یه چیزی مثل یه رابطه مثلا با یه پارتنری که عاشقشم یا دوستش دارم نتونستم دینو خوب نگشتی خوب بگری پیدا میشه دینو من میگم در واقع تجربه های خودم هم با دین خب اصلا ذهن من یه سوء تفاهم و یه گاردی توی اون زمینه باهاش داشت من اصلا نمیتونستم درست اصلا غرق اون ماجراشم ولی L�ید. از کجا پول در من جورنالیست بودم برای یه سری مجله من فستیوال های فیلم میرفتم تو اروپا بعد از طرف یه سری مجله که یکیشون هم ایرانی بود مجله آفتاب توی فستیوال کن فیلم میدیدم فیلم نقد میکردم توی فیلم خونده بودم تو جیم کار میکردم فیلم نقد میکردم یعنی yani فیلم نگاه کم توضیح میدادم چیه آره دیگه وقتی سینما میخونی کار کارو نگاه کردم خدا شنیدم میلیونر بودم تا <تص> الان فیلم نبود من دیگه نقل کنم من ولی خواسته میگه آره من, من برا خودم این چیری بود خیلی زیاد <تصفح> دو ساعت و نیم. تو اتاق نشسته <تصفح> میتونید در بود در میبنده بنده ساعت دیگه میاد کری نبود <تصفح> دو سه پاراگراف اگه بسونید همونه یه فیلم بنویسید یه ذره هم مثلا سیاسیش کنی فلسفیش کنی oh, واقعا به نظرم من بچه ها یوتیوب خدافزی میکنم و فردا بکنم ریویو کسیم من نمیدونستم این کار هستن <applause> جورنال فیلم جورنالیسم واقعا یه اتفاق یه چیز خیلی یعنی هست اما اصلا تو بنکوبر این زندگی میکنی اینجا بنکوبر فیلم فستیوال هست اصلا خاک مستن. سالی یه بار برین ده تا فیلم ببینین مجاله مختلف هم هست میتونین یه نقدام مثلا اصلا خب این کار اخلاقی در به یا توصیه میکنم کنم به ایش کس بلی کلن خیلی جالب پس آقا اگه مدیتیت بکنی به قول معروف کنترل رو اعصابت بیشتر میشه آرومتر میشی حواست به خودت خیلی بیشتر هست اکشناتو میبینی اما مثلا مامانم میدهد وسط مغازه وای میسه مثل گوسفند تکون نمیخوره <applause> مثلا وسط آیلند داری یه وای میشه بعد کارش هم همیشه مثلا کسیر محضه مثلا خب ببینیم مثلا ماکاین قرمزه بهتر یه ماکاین سبزه خب بعد انگلیسی هم بلد نیست مثلا چرا دارن نگاه میکنه من نمیفهمم من خود رو عکس مثلا میسیم بعد همین نگاه میکنه بعد مثلا من میگم یه آدم یه پوشش وای میسته بعد دا دا دیدی که این کانادا یه نایس هیچ چی نمیگه بعد مثلا من نگاه میکنم اینا مثلا 10 ثانیه 20 ثانیه 30 ثانیه یه خب این آدم مثلا اینجوری شورش نمیرسه که مثلا یه آیلو بسته نه آدم هر مثلا چند ثانیه یه شولدر چه که ملو بزنه نیم ساکه کسی پاشه یه کونه فقط بده این بر اصلا نمیخواد بخوابی زمین کاری میکنه بده و یه رد میشه بعد مثلا من تو زنیم مثلا ده هزار رو گفتم مامان برو کنار آدم پشته این آدم مدیتیت کنه فکر میکنی اون وقت مثلا میفهمه اوور میشه که او منان پوزیشن هم توی همچین جایه دقیقا اون لحظه ای که اون احساس منفی حالا مخرب یا پر هرچی هر چی داره میزنه بالا شما اصلا رو سیستم عصبی بدنتون میفهمین چون با مدیتیشن میگم یه بخشش کاملا با علم میتونین توضیحش بدین حالا یعنی کتاب نوشتن یه سری گفتی که با آدما رو تست کردن که مدیتیشن کردن مغزشون اون. اونو بگو جالبه سیستم عصبی بدن تحت تاثیر قرار میگیره و خب عصبانیت عصبی و خیلی از احساسات اصولا قبل از اینکه شما ریاکشن بهشون نشون بدین تو بدنتون انگار یه ریاکشن فیزیکی دارن شما مثلا احساسات خوب یا بد میگم احساس مثبت یا منفی مثلا شما یه ذره انگار میای عقبتر و اون اول اونو احساس میکنیم بعد عکس عملشون نشون دادنش دست خودته حالا اوکی من این عصبانی از اصاب دارم احساس میکنم حالا یا خودمو جمع کنم برم بیرون یه بادی بخورم یا دادر رو بزنم مثلا هر چی بیشتر میتیت میکنی خب دادر رو نمیزنی مثلا چون کسی هم انتخاب نمیکنه بزنه کتاب که یه سری روانشناس نورولوژیست یه سری آدم مثلا یه سری دکتر هستن اینور اونور جهان به خصوص تو آمریکا تو دانشگاهی بسیار معتبر مثل هاروارد که خودشون یه سری دوره رفتن بعد خب میخواستن ببینن که یعنی چی انقدر ذهنشون عوض شده و مثلا انگار یه مثلا حالت غیر طبیعی داره مدیتیشن واسه شون بعد دانشگاه ها خب تحقیق اینا رو در واقع فاند کردن و اینا پاشدن رفتن هند با یه سری مدیتیتر و راهب و مراقبگر و اینا حرف زدن و اومدن درباره نورولوژی و این چیزای مدیتیشن مطلب نوشتن یعنی و گفتن که مثلا رو مغز این دقیقا چه تاثیری میذاره دراز مدت گفتن که مغز اونا تغییر پیدا کرد از مغزی که بوده یا با مغز عزی. بقیه من به اصلا خود مثلا مغز خودش رو یه نفر میجر کرده یا مثلا مغز یه نفری که این ساعت مدیتیت میکنه رو با یه مغز مثلا یه کسی که مثلا این ساعت کمتر مدیتیت میکنه یا اصلا مدیتیت و اونام رب داشته اگه مثلا ده نفر 80 سال مثلا کرده اون دهتر شبیه هم بوده مغزشون ش... آر... آر... یه, ت... یه تفاوت هایی داشته که آره توی یه رنج انگار بوده مثلا مثلا میگم اگه میفهمید که دقیقاً افکت مدیتیشن بود دقیقاً و مثلا میگم شما اصلا روزی مثلا میگم چقدر جالب چون من به نظرم کاملا کوشیر محدود تمام زندگی <applause> من همینطوره ولی وقتی مثلا میگی که دیگه مغز تغییر پیدا کردین خیلی جالبه منم من, من, هم من دقیقاً دلیلی که اصلا موندم رو مدیتیشن بغیر از این مسائل اخلاقیش این بود که خب دیدم بدنم حسش فرق میکنه دقیقا مثلا دقیقا. <تصفيق> 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 جنس کنی قدش هم 1.91 جنسش قبل ما دیده دیگه که شست بوده نکن اونجا خودشون بفهم قدیش خودشون نمیگم قد اونجا که من دست دادم دارم میگم یه دوست من قدش کوتاهه مثلا یکو نمیدونم چنده قدش کوتاه خیلی هم میزه میزه است بعد یه رفتم تو کلاب با هم بودیم رفتم دستشویی بعد نیا کردم دیم مثلا یه چیزه انقدی بهش وصله اینجوری گرفته جیش میکنه شما تام تو به اون وصلی یا اون به تو وصله یعنی اصلا معلوم نبود کیر اونه یا اون آدم اینه میدونی خیلی قوی بود یه بی خیالی اینو بگیرم خیلی قوی بود یه دفعه دیگه من دوستم تو دو همون دیدم بعد از اسکواش یکی دیگه اصلا باورم نمیشد واقعی مثلا خوابش انگار مثلا خورتوم فیله بعد هم جوش دست دادم که اینم واقعیه بعد میگم دست دادم الان خفه شو کوزش نمیشه اینو رو, رو کنی بگی دست نزن <تصح> 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 باور نکرد یه مسئله من بگم من گفتم که من خیلی چیزها رو نگاه کردم به خصوص مثلا مثل یه سری مثلا میگم ب... من <تصفح> <تصفح> مثلا مثلا روانشناسی و دین و اینا و مثلا اینو به من نداد اینه که اون چیزها خیلی آدم شاید اونا رو بخونم و کاملا بفهمش و اصلا یه چیز بسیار قدرتمندتری بهشون اضافه شه و مثلا یه بالانسی زندگیشون بیاد فقط مثلا اینو کلیر کنم که من در شرایطی بودم که شاید مثلا ذهنم نمیتونست بفهمه مثلا چه میرونم مثلا یعنی میگی آدم میگه سعی تر بینتونه برسه به جایی که تو رسیدی یا دیرتر نه این دکنان دارم میگم که این مدیتیشن رو من با اینکه دارم ادورتایز میکنم ولی تنها راه برای مثلا آدم بهتری شدن و این چیزا نیست و فقط مثلا میخوام اینو بگم که همون یک بر... از سواله من بود میخواستم بپرسم ام... ها... نمیخوام به خودم ربطش بدم ولی امکان داره یه سی باشن که با یه سی چیزا به دنیا اصلا اومده باشن چون ده... میگه یه سری ها هست چون من توی تجربه زندگی ببین این مثالی که میگم واقعیه من رفتم دانشگاه سال سوم رفتم توی چیز چه صدایی داد خوشم اومد رفتم یه بار این مثال واقعیه رفتم دانشگاه این مثال واقعیه گفتم مثلا مثال, مثال علی کم میزنیم من. ولی خب حالا سال سوم بودیم بعد معلم اومد تو یه چیزی رو پرسید من یادم نمیاد گفت دو برابر دو مثلا اون کم گفتم چهار گفت تو نه کجا میدونی ریتک گفت تو دفعه دومم تو این کورس برداشت رو گفت برداشتی گفتم نه گفت اصلا 385 رو برداشته بودی اصلا 3 هفته اولیات گفت گفت فلان رو برداشته بودی کورس رو گفتم نه گفت بعد کجا میدونستی گفتم خیلی واضحه بعد جوابش خیلی برام جالب بود گفت نو اصلا اصلا واضح نیست 5 سال واسه من طول کشید تا من یاد بگیرم تو چه جوری اینو میدونی بعد از اون روزم این این طرف دین دانشگاهی السفیو بود بعد از اون روزم با من داشی شد و دیگه ما هم ناهار می و من دعوت میکرد بریم تو آفیسش و فلان و بسا... ام... واسه من یه سری چیزا رو توی زندگی مثلا همین حالت مدیتیشن رو برام احمقانه بود به خاطر اینکه وقتی میرفتم با اون کسی که مثلا میخواست اینستراکت بکنه یه کسی بود که مثلا توش آری تجربه داشت چیزایی که میگفت برای من سدحی بود میگفتم خب که که یعنی چی وقتی به این فکر میکنی نباید این کارو کنی میفهمیدم دقیقا همینه یه سری میگم این تکنیک مثلا مثل ویپاسانا رو سیستم انسان تاثیر میذاره هر انسانی اصولا میگم یعنی لزوما شما همین گفتم نیازی نداره مثلا یه مدیتیشن خاص رو انجام بدین که مثلا یه همچین بنفیت هایی بگیرین امکان رو یه آدمی بدون مدیتیشن یه قطنمای اخلاقی داشته باشه مثلا بدون اخلاق درست یا غلط مثلا بدون که چرا مثلا دروغ گفتن بده مثلا یا اینکه با اینکه میدونه ولی ان بدونه که انجامش بده یعنی تجربی انجام یه خیلی هم میدونن ولی انجام میدن ولی میگم خب امکان به احتمال زیاد شما مثلا تو... یا اصلا تو بابا ادیتور من من چوپان راست هم ادیتورم هم امینه اون گذکش دروغ میگه این چیزی هم که درباره دریافت اطلاعات و فهمیدن یک کانتنت گفتین این خرد میگم تو آدم با آدم انسان به انسان تا جایی که من تجربه کردم و اصلا تو همین تکنیک ها هم میگن این اول چیزیه که میتونی تو رشدش بدی و خیلی کار سختیه ولی یه سری آدم ها اصولا با خرد چه غیرتری اصلا انگار به دنیا اومدن حالا این باز طبقه یه سری باوره که مثلا خیلی تعریف ها برای این هست من خودم میگم نورولوژی یا مثلا یه سری فلسفه ها رو در حدی تجربه نکردم و نخوندم که بتونم اینو توضیح بدم ولی اینو من از اصلا خیلی آدم ها که اصلا تو همین زمینه مدیتیشن مثلا این که دلایلی ای که باز من خودم دوستش داشتم اول قبل اینکه برام جواب بده اینه که توی یه سری این فضاها که میرفتم کسی آدم مثلا به منم میگفتن که آقا مثلا تو استعدادی داری مثلا تو وایب مثلا فلانی داری یه مدلی مثلا این چیزا که شاید یه آدمی مثلا توی ریاضی تجربهش کنه تو دانشگاه من تو این فضایی هم چیزایی هم تجربه کردم مثلا این ها آدم هم آدمای خیلی معنوی نبودن فقط مدرس های این تکنیک های تمرکزی بودن مثلا تو نجاری یه نجار دیگه رو میبینی یارو میگی تو میدونستی مثلا میتونی میز خوب درست کنی مثلا و میگم حالا این چیزایی که شما گفتین احساس می‌کنم یه همچین مثلا دیدگاهی یه ذره تر نشونش بده دمت گرم آقا شما من از امشب ده دقیقه میخوابم شما نه بعد بشینی حتما گفتی خیلی زایی من خود وقتی میخوام بکنم یه چند وقت این کارو میکنم نه همین ده دقیقه که گفتو میکنم اینسترکشن که بالا گفت گفت ده دقیقه بشین صدای زوزه گاو در بیر چیزی هم چرا فقط گاوی همه گاوی چرا what does the fuck میزنه کاپی رایت ولی مدیتیشن هم خودش اصلا این کلمه خیلی گنده من اولا که رفته بودم این تو خودم چهار تا جاده خاکی خوردم یه سری کار عجیب غریب میکنن آدم های عجیب غریب مثل هر چیز دیگه ای تو این فضا پر از آدمه که متاسفانه یا حالا هر دلیلی دارم اشتباه میزنن و خب چون دارم اشتباه میزنن بقیه هم اینا رو یا من رو خیلی خوب گفتی گفتی مدیتیشن همه ریلکس کنن چیز ریلکسینگی نیست <تصفح> چند تا کشورت ها رفتی به خاطر مدیتیشن به خاطر مدیتیشن من هیچ وقت به خاطر این سفر نکردم چقدر تو زندگی میباره این کارو رو بکنم ولی من مثلا به خاطر یه سری تجربیات حالا معنوی و شبیه این مثلا رفتم پرو. قبل اینکه اصلا مدیتیشن برام چیز جدی بشه حالا به خاطر اینم نبود یه بخشی از میگم پرو خیلی جای فرهنگ و گنده ایه. ولی مثلا تو اون فرهنگ یه سری مثلا میگم یه بخشی از فرهنگشون یه در واقع المانای عرفانی دارن که خب خیلی باحال و اکسکلوسیو اونجاست و حالا متاسفانه خیلی توریستی هم شده یعنی چیز اکسکلوسیوی نیست یه عالم آدم تو یوتیوب الان این برنامه بزنیم مثلا میگن آیواسکا میزنن با یه سری شمن میگردن کلمه شمن چوب آیواسکاس اوه واو نگاش کن شاخش بریدن نایس علی این کارو کردم ولی ولی بیشتر بود یه بخشش اینا بود دیگه ولی سفرا میگم خیلی خیلی المان نبود من به خاطرش برم سفر ولی تو همه سفری که رفتی خب دیگه مدیکیشن جزو شد دیگه آره یه دوست آخه دیگه مثلا الان پر روش زندانم برم میشینم اونجا میتنی کنم مثل جقم هم میمونه در درتون گرم چاکس